اعدام سردار شناخته شده ی سپاه به جرم جاسوسی برای اسرائیل در این لحظات تاریخی بگذارید همه با هم به ایران فکر کنیم رسانه های حوزه حقوق بشر در ایران روز چهارشنبه دوم فروردین از صدور حکم اعدام برای پنج شهروند اهل ارومیه در استان آذربایجان غربی ایران به اتهام مشارکت در همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع اسرائیل خبر دادند دادگاه انقلاب ارومیه پنج زندانی اهل این شهر به نامهای وفا هناره آرام عمری بردیانی، رحمان پرهازو، منصور رسولی و نسیم نمازی را به اعدام و پنج شهروند دیگر به نامهای کامران هناره، فخردین دین دود کانلوی میلان، اشکان عثمان نژاد گندوک، حسن عمرپور و امیر مشتاق گنگچین را هر کدام به ده سال حبس تعذیری محکوم کرده است. سردار منصور رسولی کسی است که گزارش بازجویی عوامل موساد از او در سال 1401 خبرساز شد، رسولی با انتشار ویدیویی درستی فایل صوتی منتشر شده در کانال 13 اسرائیل را تایید و اعلام کرد که یکی از تیم‌های زورگیر او را رو بوده است. سه نفر رو به من گفتن یکی تو سفارت استانبول ترکیه که اسرائیلی بود. این نفر هم گفتن جنرال آمریکایی تو آلمان. یکی هم گفتن یه نفر روزنامه نگار و روزنامه نویس تو فرانسه. این سه نفر رو برای جمهوری رسول رسول. رسول. فرانسه این سه نفر رو برای جمهوری اسلامی ترور بکنین روش موندن که حتما انجام بشه حتما ترور بشه اون فرانسوی رو الانم که مثلا میخوان که انجام بشه این ترورش همین الانم هم. ولی خب من اشتباه کردم از کرده خودم هیچ اقدامی هم انجام نخواهم داد از این لحظه به بعد می خورم، به جون مادرم به جون دخترم به جون خانوادم اشتباهی شده از طرف من دیگه این اشتباه ابدا تکرار نخواهد شد به امید خدا منصور رسولی هاشم آباد با انتشار ویدیویی درستی فایل صوتی منتشر شده در کانال 13 اسرائیل را تایید و اعلام کرد که مورد ربایش یکی از تیم‌های زورگیر قرار گرفته است او در این ویدیو که روز شنبه 17 اردیبهشت در شبکه های اجتماعی منتشر شد با تکسیب حرفهایش در آن فایل صوتی مدعی شد که به چشمه گاز اشکاور زدند و سپس بعد از بستن دستها و پاهایش گونی روی سرش کشیدند و او را به مکان نامعلومی بردند او سپس گفت من را به کشتن افراد خانواده و خودم تهدید کردند و من را مورد اذیت و آزار زیادی قرار دادند به من گفتند که حرفهایی که به شما میزنیم را شما باید بگویی او همچنین اعلام کرد که این افراد تلفن همراهش را با زور از او گرفتند و ممکن است بعدا تصاویری را پخش کنند. منصور رسولی هستم. بنده چندی پیش به خانه آدم که نشسته بودیم از طرف یکی از دوستای من فایلی برام ارسال شد. فایلی رو که باز کردیم دیدم تصویر و گفته های از بندی از یکی از رسانه های خارجی پخش شده. با دیدن واقعا شوکه شدیم. تعجب کردیم. من تکذیبش میکنم. بنده از یکی از خانواده‌های سرشناس کلی و کشاورز هستیم چندی پیش مورد ربایش یکی از تیم‌های زورگیر قرار گرفتم به چشای بنده گاز اشکاور زدن دستامو بستن چشامو بستن سرم گونی قرار گرفت... گذاشتن بنده رو با طرز وحشیانی تو ماشین قرار گذاشتن و به مکان نامعلومی بردن حتی بنده نمیدونستن برای چی بنده رو رو بودن در آن مکان نامعلوم بنده را با کشتن افراد خانه آدم تهدید کردند با کشتن خودم اذیت آزار زیادی کردم و گفتن دقیقا حرفایی که ما به شما میگیم شما باید اون حرفا را بگویی و باید بگویی در اروپا و در ترکیه میخواستم برای سپاه ترور انجام بدم و از اونها مبلغ 150 آزار دلار پول گرفتم من تکذیبش میکنم و بازور گوشی بنده رو هم از هم گرفتن احتمالا بعدا تصاویری رو پخش بکنن و بگن از گوشی ایشون در آردیم چون هر کاری از اونا برمیاد و تصویر بنده هم که هر کسی دیده باشه از تصویر بنده گویا می باشد که زیر چه اذیت و آزاری و شکنجه قرار گرفته هم. پس از انتشار خبر مربوط به بازجویی منصور رسولی در ایران در کانال 13 اسرائیل برخی رسانه های فارسی زبان او را عضو نیروی قدس سپاه پاستاران دانستند خبرگزاری های حکومتی نیز مدعی شدند که منصور رسولی یکی از قاچاقچیان مواد مخدر بود که قصد داشت در این ترورها با عنوان بازوی اجرایی عملیات نقش آفرینی کند گزارش تازه وبسایت های حقوق بشری حاکی از آن است که این پرونده مفتوح در دادگاه انقلاب ارومیه دست کم ده متهم دارد که پنج نفر دیگر به نام های کامران هناره، فخر دین دود کانلوی میلان، اشکان عثمان نژاد گندوک، حسن عمرپور و امیر مشتاق گنگچین هم به ده سال زندان محکوم شدند. شبکه حقوق بشر کردستان نوشت افراد یاد شده از پاییز 1400 تا فروردین 1401 بازداشت شدند و این مدت تحت شکنجه شدید جسمی مجبور به اعترافات اجباری شدند. اما در زمان برگزاری جلسه دادگاه کلیه ادعاهای بازجویان امنیتی را رد کردند و از شکنجه خود در زمان بازداشت خبر دادند. منصور رسولی که شبکه حقوق بشر کردستان از او به عنوان عضو سپاه پاسداران در ارومیه نام برده چهره است که های اسرائیل از او به عنوان مزنون به همکاری با سپاه پاسداران برای ترور سه فرد در ترکیه فرانسه و آلمان نام برده بودند نیروهای اداره اطلاعات ارومیه این ده زندانی اهل ارومیه را طی سالهای 1400 و 1401 رو بودند و هر کدام چند ماه در سلول انفرادی اداره اطلاعات ارومیه تحت شکنجه فیزیکی بودند آرام عمری، رحمان پرهازو، امیر مشتاق گنگچین، فخرالدین دودکان لوی میلان و اشکان عثمان نژاد به تازگی در اعتراض به صدور حکم اعدام برای آنان چند روز اعتصاب قضا کردند و به همین دلیل به عنوان جرینه به سدول انفرادی منتقل شدند. این پنج زندانی روز سهشنبه اول فروردین پس از ملاقات حضوری با خانواده هایشان موقتا اعتصاب قضای خود را متوقف کردند و به بند زندانیان سیاسی بازگردانده شدند. نسیم نمازی از زندانیانی بود که همزمان با محیدین ابراهیمی زندانی سیاسی ادام شده در زندان ارومیه برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شد و احتمال اجرای حکم او در روزهای آتی بیشتر از سایرین گزارش شده است گزارش رسانه های اسرائیلی درباره منصور رسولی حاکی از آن بود که نیروهای موساد او را اواخر پاییز 1400 در خاک ایران بازجویی و سپس به حال خود رها کردند این گزارش با یک فایل صوتی منتصب به منصور رسولی همراه بود که در آن اعتراف میکرد سپاه پاسداران از او خواسته است زمینه ترور یک کارمند کنسولگری اسرائیل در استانبول یک روزنامه نگار در فرانسه و یک ژنرال آمریکایی در آلمان را فراهم کند تغییرات گسترده طی ماههای جاری در سپاه پاسداران موجب گمانزنی های فراوانی درباره ساختار این بازوی نظامی جمهوری اسلامی شده است برکناری تعدادی از سران سپاه پس از نشد اطلاعاتی گسترده از اسناد فعالیتهای هسته ای ایران توسط اسرائیل رخ داد بنیامین نتانیاهو در بهار 1397 در یک کنفرانس خبری از حدود 50 هزار سند و هزاران لوح فشرده از آرشیو اتمی ایران رونمایی کرد تغییرات در سپاه نیز تقریبا از همان تاریخ شروع شد اگرچه طی ماههای اخیر به اوج خود رسیده است این همزمانی در کنار اخبار دیگری که در گوشی منتشر می شود می تواند معید وجود جاسوس پاسدارانی در سپاه باشد جاسوسانی در بالاترین رده های نظامی و امنیتی در بین سردارانی که طی ماههای اخیر نامش با دو کلمه جاسوسی و دستگیری گره خورده است علی نصیری معروفترین آنهاست سرتیپ پاسدار علی نصیری رئیس پیشین حفاظت سپاه پاسداران ایران در اوایل ماه جاری به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شد روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقامات امنیتی نظامی ایران و اسرائیل که نخواستند نامشان فاش شود نوشت بازداشت نصیری فضای بیاعتمادی فزاینده در سطح رهبری جمهوری اسلامی در اثر مجموع عملیاتی که به اسرائیل نسبت داده شده را نشان میدهد به گفته این روزنامه بازداشت نصیری حدود دو ماه پس از اوج گرفتن چندین عملیات علیه محرهای امنیتی و نظامی رد بالای جمهوری اسلامی اتفاق افتاد که مقامات ایران آنها را به نشت اطلاعات طبقه بندی شده به اسرائیل نسبت میدهند در سال 98 نیز گزارش های درباره فرار نصیری از ایران و رفتن وی به اسرائیل منتشر شده بود که خود وی در آن زمان طی مصاحبه با برخی رسانه های ایران این موضوع را تکذیب کرد به گفته نیویورک تایمز، نصری مدتی قبل از برکناری حسین طائب، رئیس حفاظت اطلاعات سپاه در اوایل ماه جوان دستگیر شده بود. به گفته مقامات امنیتی نظامی ایرانی و اسرائیلی، وظیفه طائب کشف شبکه جاسوسی اسرائیل در ایران بود. مقامات اسرائیلی به این روزنامه گفتند که سقوط طائب نتیجه کارزار بلند مدت اسرائیل برای نشان دادن ضعف‌های امنیتی جمهوری اسلامی و ایجاد اختلاف میان نهادهای سیاسی و نظامی ایران بود که در افزایش عملات علیه تأسیسات هسته‌ای و دانشمندان نظامی و نیروهای امنیتی رژیم خود را نشان میدهد. به گفته مقامات امنیتی اسرائیل تا قبل از شکست خوردن طرحهای تروریستیش علیه شهروندان اسرائیلی در ترکیه تسخیر ناپذیر به نظر می رسید. با این وجود خونسا شدن این طرحها توسط اسرائیل صبر رهبری ایران را لبریز کرد که به برکناری ناگهانی تا از ریاست حفاظت اطلاعات سپاه انجامید. بنابر گزارش ها تلاویو پیشا پیش به آنکارا اطلاع داده بود که تائب در حال برنامه ریزی برای عملیات تروریستی علیه شهروندان اسرائیلی در خاک ترکیه است با این وجود در گزارش نیویورک تایمز تاکید شده که رهبری ایران در پی بازداشت نصیری به اتهام جاسوسی برای اسرائیل حتی قبل از شکست خوردن عملیات ترکیه خواستار برکناری تائب شده بود سرتیپ پاسدار مصطفی ربیعی فرمانده سابق بازرسی سپاه پاستاران و محمد تولایی دومین و سومین سردار سپاه بودند که طی دو سال گذشته اخبار مبنی بر جاسوس بودن آنها منتشر شد اردی بهش ماه 98 خبری منتشر شد مبنی بر اینکه محمد تولایی معاون سابق امور راهبردی سپاه در حالی که قصد خروج از تهران را داشت توسط سازمان اطلاعات سپاه و با همکاری وزارت اطلاعات دستگیر شد گفته میشد که او به عنوان عامل نفوذی شناسایی شده اما بهمن سال 96 از سمت خود کنار گذاشته شده بود مهر ماه همان سال علی متحری نایب رئیس وقت مجلس در مصاحبه با روزنامه فرانسوی لوموند گزارش ها از دستگیری چندین فرمانده ارشد سپاه پاسداران به اتهام فساد مالی و امنیتی را تایید کرد این گفتگو در حالی منتشر شد که پیش از آن حسین نجات جانشین سازمان اطلاعات سپاه گزارش ها از دستگیری تعدادی از معاونان سازمان اطلاعات سپاه به علت فساد اقتصادی یا امنیتی را کذب و دروغ سازی برخی رسانه‌های وابسته به دشمن خوانده بود با توجه به سیستم اطلاعاتی ویژه سپاه پاسداران و به رغم افشای نام چندین سردار سپاه می توان گفت که هنوز تشت رسوایی از بام به زمین نیفتاده است و شاید همین شبهایی که مردم به تماشای اعمال محیر العقول اطلاعات سپاه در سریال گاندو نشستند جاسوسی در بین سرداران سپاه مشغول رد کردن اطلاعات و اسناد به یک سرویس اطلاعاتی بیگانه است